فرض کنیم که من اومدم به یه کافی شاپ و میخوام قهوه سفارش بدم و همه یه پولی که همراه خودم دارم فقط 10 دلاره. میرم سمت صندوقدار و یه سفارش قهوه میدم و متوجه میشم که هر قهوه قیمتش 10 دلاره. یعنی دقیقاً برابر با همه پولی که همراه منه. بنابراین من 10 دلار خودم رو به صندوقدار میدم و در ازاش یه قهوه دریافت میکنم. اما از اونجایی که من شدیداً به قهوه اعتیاد دارم، با یه قهوه کارم راه نمیافته. ولی همه پولی که دارم همون 10 دلاره که قبلاً بابت یه قهوه پرداختش کردم. منتظر میمونم سر یه فرصت مناسب، زمانی که صندوقدار حواسش نیست، من همون 10 دلاری که یک بار بابت قهوه پرداخت کردم رو از صندوق بر میدارم و مجدداً وقتی که صندوقدار حواسش به من بر میگرده این 10 دلار رو بهش میدم و به این ترتیب با همون 10 دلار موفق میشم که یه قهوه دیگه هم سفارش بدم. البته که خب این صرفاً یه فرضی است. توی بازار کریپتوکارنسی هم دقیقاً یک مفهومی هست به اسم دابل اسپندینگ، به معنای دوبار خرج کردن. یعنی یک مقدار مشخصی از یک کیف پول برداشت بکنی و اون رو به طور همزمان برای دو تا آدرس مختلف بفرستی، که این در واقع یکی از مشکلات شبکه بلاکچین به شمار میاد و اگر چنین اتفاقی رخ بده توی یک شبکه از اعتبار اون شبکه کم میکنه، چرا که از نظر کاربرا سیستمی معتبرتره که کاربر بتونه اطمینان حاصل بکنه که وجهی رو که دریافت میکنه قبلن در جای دیگه خرج نشده. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید. و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.